اون رو اووردن و به خورد اروپاییان دادن. قرار نیست ما این گونه گزینه ها و الگوها رو بگیریم بیاریم در کشور خودمون به اجرا بذاریم. مردم ایران موش آزمایشگاهی نیستن. من پرسشی از شما دارم همیهنان گرامی، چگونه است که سقراط که استاد افلاطون بوده، هر دوشون، هم سقراط هم افلاطون، هر دو از پادشاهی ایران دفاع میکنن، از شهریای ایران. سقراط به فرمان روای آتن میگوید که بذارید دقیقا من این رو براتون بخونم. سقراط به فرمان روای آتن میگوید الگوی تو برای فرمان روایی باید اردشیر هخامنشی باشد. بعد شما داریم از برای ما میخواین از یونان باستان، از توی لجنزار آتن شیوه حکومت داری بیاری؟ مگر ما دیوانه شده ایم؟ این فیلسوف ایرانی میگوید پادشاه ایران که نیکرفتار و نیکردار و سازنده است، چون پیروی فلسفه زرتشت میباشند، یا پادشاهان ایران چون اون حالت سازندگی رو دارن پیروی فلسفه زرتشت هستند. خب ببینید همیانان گرامی، ما باید آنچه را که خودمون داشته ایم، اگرم میخوایم رفرم ایجاد کنیم، رفرم در اندیشه خودمان ایجاد بکنیم. شما ببینید مگر کشورهای اروپایی، این رو ادامه بدم پوزش میخوام، کشورهای اروپایی اومدن برای چی؟ برخیشون همون اندیشمندانشون رفتن از دل آتن یه چیزی کشیدن بیرون، به عنوان جمهوری آوردن دادن در اروپا پیاده کردن. برخی در برخی دیگه از جاها قدرت پادشاه رو، قدرت افسار گسیخته پادشاه رو محدودش کردن. و ولی شما ببینید همیانان گرامی، مگر اینها برای به روی کار آوردن اون سامانه در کشور خودشون انتخابات کردن؟ شما ببینید مگر ما بر سرش، بذارید یک مثالی براتون بزنم، یک کسی خانه شما رو اومده اشغال کرده، اومده غصب کرده خانه شما رو، او شما اگر به اون قانون موجود در شهر یا کشور به درست کار بودنش اعتقاد دارید، خب میرید شکایت میکنید که آقا اومدن خونه ما رو تصرف کردن. و ولی اگر بدونید که قانون فاسد، به درد نخور، درست نیست و ممکنه حق و ناحق بکنه، تلاش میکنید از این راه دیگری خونتون رو پس بگیرید. امروز هم کشور ما تا امروز 42 سال اشغال شده، اشغالگران اومدن خانه ما رو گرفتن، ما باید به کجا پناه ببریم؟ تنها پناهگاه ما قانون مشروطه است. ما بر اساس قانون مشروطه میخواییم اشغالگران رو از کشور بریزیم بیرون، یعنی شرشون از سر ملت ایران کم بکنیم. خب میخواییم شر کسانی که آمدن خانه ما رو گرفتن از سر خودمان و ملت ایران کم بکنیم، به سراغ قانون مشروطه میرویم. من که اصلا باوری به انتخابات ندارم. دموکراسی رو گفتم براتون یعنی چی. خب و چرا ما باید کدام ببینید دعوای ما بر سر حکم ما قانون مشروطه است، یعنی قاضی ما، دادور ما، اشغالگری که خونه ما رو اشغال کرده، جمهوری خواهان چپی و چه میدونم اسلامگرا، ارتجاع همچنان که شاهنشاه آریامهر فرمودن، ایران ستیزان در بخش ارتجاع سرخ و سیاه، ارتجاع سرخ یعنی چپی ها، همین دار دسته کمونیستا و چه میدونم و هم پالکی هاشون، ارتجاع سیاه هم یعنی آخوندها. و اگه آخوندها میتونستن چپی ها رو تحمل بکنن که الان خوش و خورم در ایران دست در گردن همدیگر داشتن ایران رو غارت میکردن. و قاضی ما پس قانون مشروطه است که نیاکان ما براش خون دادن، هزاران هزار کشته دادن، ده ها هزار کشته دادن در ایران، و قانون مشروطه رو برپا کردن و نوشتن و اجرا کردن. یه اشغالگر داریم که همین جمهوری اسلامی عربی کمونیستی عبریه، و ما هستیم که خانمون اشغال شده. گروه سومی که نباید بیاد خودش داخل ماجرا بکند، که همیهنه گرامی، اشغالگر، جمهوری خواه هست، مثل این که الان این جمهوری آمده کشور ما رو اشغال کرده. اینایی که دم از جمهوری در بیرون از ایران میزنن، این تجزیه طلب ها، این کسانی که میخوان ایران را تجزیه دموکراتیک بکنن، هم بخوان در این ماجرا از این خانه سهمی داشته باشن. نه، من اعتقادی به این ندارم. خواست بیشینه مردم ایران پادشاهی است و باید پادشاهی شود. بدون الان که امروز دیگه در این دو سه هفته گذشته شمشیر رو برای ملت ایران از رو بستن، میآیند و مردم رو تمسخر میکنن، به تمسخر میگیرن، ریشخند میکنن. وقتی میگویی پادشاهی خواهم، میگویند اول برو ببین پادشاهت کیه،
خب دیگه باید رودرواسی رو با این جماعت ددمنش یا وحشی گذاشت کنار، عامیانان گرامی رودرواسی رو بذارید کنار، ما پادشاهی خواهیم و مردم بیشینه مردم ایران هم پادشاهی خواه هستن. مگر ما زبان پیوند دهنده تیره های ایرانی که زبان پارسی رو به رأی میگذاریم؟ خب فردا این جمهوری خواهان تجزیه طلب که بخوان بیان جایگزین جمهوری ملاها بشن، که خودشون هم در بر روی کار آوردنش نقش داشتن، حسن شریعت مداری، چه میدانم آقای همین چپی ها مزاحمین خلق، اینا همه از یاران خمینی بودن، یا آیت الله روح الله هندی زاده. او ما این پروانه رو نباید بدهیم. ما مگه زبان پارسی که زبان همبستگی همه تیره های ایرانی است، مگر ما به رأی میگذاریم؟ مگر ما یک پارچگی سرزمینیمون رو به رأی میگذاریم که ضامن حفظ یا نگه داشته یک پارچگی سرزمینیمون که پادشاهی باشه رو به رأی بذاریم؟ ذهی خیال باطل رو در من امشب دیگه. ببینید اکنون که اینها پرده دری کردن و دارن توهین میکنن و دارن ما رو دارن فکر میکنن با مسخره کردن میتونن، این شیوه کمونیستی دیگه، میتونن ما رو به عقب برونن، چون پروژه عقب راندن به سنگر به سنگره. یعنی اول شما رو از این سنگر عقب میرانن، در گام بعدی که کشور رو اشغال کردن از یک پارچگی از سنگر یک پارچگی سرزمینی و نهاد پادشاهی پرتمون میکنن به عقب، یا پس در سنگر بعد زبان پارسیمون رو ازمون، که زبان من که از سوی زبان مادری من که زبان قشقایی است، ولی پارسی برای من هم زبان مادری است، چون زبان همبستگی همه تیرهای ایرانی است. هر ایرانی دو زبان مادری دارد، چه زبان مادریش اگر غیر پارسی باشد و زبان پارسی که پیوندهنده و بستر محبت ساز بین تیره های ایرانی است. اگر یک هممیهن سنندجی که کرد است، ایرانی کرد، و یک هممیهن اردبیلی بخوان با هم ازدواج کنن، به چه زبانی با هم گفتگو خواهند کرد و ابراز عشق و محبت و علاقه خواهند کرد؟ زبان پارسی، زبانی که ما را در همه ایران به هم پیوند میدهد، زبان پارسی. زبانهای دیگه هم محترم هستن. کدوان کمالپور گرامی و کدوان قاسمی، شما اگر سخنی دارید بفرمایید که من یه مقدار از این، ما برای که بتونیم ماهیت بیشتری از آقای نوریزاده و همین نفوذی ها و نفوذی های به نهاد پادشاهی که همین سید حمیدرضا موسوی نژاد و زنش و دار و دستش و اینا باشن رو نشان بدهیم، یه مقدار باید چند تا فرتور مونده، شاید حدود 10-15 تا، و دو تا هم ویدیو هست که اگه امکانش باشه بتونیم به اینها بپردازیم که برای بینندگان گرامی این تصویر دهشتناک کامل بشه. بله، من سپاسگزارم از شما. خدمتتون عرض کنم دوستان، من یه سری مطالبی رو جناب قاسمی اشاره کردم و خب مطالب بسیار زیادی رو دکتر مهراد بهش پرداختن. من میخوام به یک بخش دیگه ای از این قسمت هم بپردازم. حتی احتمال داره تو این قسمت خیلی از دست من ناراحت بشید و امیدوارم که در وهله اول ناراحت نشید، واقعیت‌گرا باشید. دوم این که در قبال حفظ تمامیت ارضی کشورم ایران، ناراحتی دوستانم اصلا برای من مهم نیست، چون اول و اولویت برای من صحبت در راستای این هستش که ما کجا داریم خطا میکنیم که این همه اتفاق در حول محور ما پادشاهی خان داره رخ میده. بعد در پایان عرایزم یه مطلبی رو بی بی سی فارسی به اشتراک گذاشت در چند روز گذشته، اون مطلب براتون میخونم، جالبه، خیلی جالبه. به در ادامه 8 مارس سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی این مطلب پخش شد. میتونم خواهش کنم تصویر منو ببندید؟ بله بسته است، بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که خیلی از همیهنان ما در طول این چند وقت، مخصوصا این چند سال اخیر، به رسانه‌های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، من و تو ایراد گرفتن، اما حواسشون به سوشیال مدیا نیست و فکر کردن مثلا در سوشیال مدیا اومدن مهمونی. براشون فرقی نمی‌کنه که چه اتفاقی داره در سوشیال مدیا میافته.
خب رسانه های ماهواره‌ای که در ید مافیاست، در دست مافیاست، رسانه های مانند همین چیزایی هم که اسم بردم، رادیو فردا و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا و همه اینها هم که مربوط به مافیاست، در دست براندازان و میان پرستان واقعی چه چیزی هست؟ فقط یه سوشیال مدیا. خب سیستم های امنیتی که دنبال این هستن جمهوری اسلامی رو حفظش بکنن، سوشیال مدیا رو هم متلاشی کردن و متاسفانه بخش پادشاهی‌خواه اصلاً توجه نمی‌کنه. جدا از این که ما ایرانی‌ها کار گروهی بلد نیستیم انجام بدیم و تن نمیدیم به کار گروهی، جدا از این که ما ایرانی‌ها هممون علامه دهریم و فکر می‌کنیم که همه چیزو بلدیم، مثلا اگر طرف رفته در یک مؤسسه‌ای، یک شرکتی، یک سازمانی یه ماه دو ماه سه ماه کار کرده، فکر می‌کنیم دیگه تا ته داستان و بلده. جدا از این که اگر شما در همین سوشیال مدیا نگاه کنید، در خود فیسبوک، در جایی که میتونن پست بذارن نگاه بکنید، میبینید که اغلب کسانی که مدعی هستند، مانند امیر عباس فخرآورها و حالا بدتر از اونها دیگه کسانی که ادعای پادشاهی خواهی میکنن، تا همین چند وقت پیش، دو سه سال پیش هم اگر جلوشون هر چیزی میذاشتی به جای گوشکوبیده میخوردن، الان بدتر شدن. جناب قاسمی به یک مسئله اشاره کرد در رابطه با سعید سکویی. اولا که سعید سکویی دقیقاً پروژه وزارت اطلاعات رو اجرا کرد و حالا اون اراذل و اوباشی که دور و برش هستن کاملا معلومه که برای یه تیکه نون باید دم تکون بدن. چرا میگم پروژه وزارت اطلاعات؟ حالا خودش میاد میگه هر کی با حرف من مخالفت کنه مأمور جمهوری اسلامیه. باشه، تو هر چی میخوای بگی بگو. مگه غیر از اینه که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که بگه آقا اینایی که مخالف من هستن تروریستن، اسلحه استفاده میکنن، با سلاح گرم میان و من هم حق دارم اینا رو بزنم. سعید سکویی یکی از اونهایی بود که تبلیغ و تشویق کرد به جنگ مسلحانه و همین انگل‌های بی سوادی که به جای گوشکوبیده همه چیزو می‌خوردن هم رفتن برای اون پروپاگاندا سازی کردن. همون کسانی که در طول این دوره بسیار بسیار حیاتی برای جمهوری اسلامی تبلیغ کردن، تحریم‌های علکی را انداختن، فراخوان‌های علکی را انداختن، کمپین‌های علکی را انداختن و ادعا کردن که ما سنگر به سنگر یکی یکی داریم جمهوری اسلامی را می‌رونیم به عقب. یعنی چی؟ یعنی همون اصلاحات، یعنی رفرم شکلی رو دارن اجرا می‌کنن. و متأسفانه یک سری از هممیهنان پادشاهی خواه ما فریب خوردن، فریب می‌خورن، کماکان هم ادامه داره. تمام رسانه‌ها بدون استثنا، بدون استثناء، در بازخورد برنامه هاشون به دنبال راندمان و بازدهی کار هستن که ببینن این برنامه چقدر بازخورد داشته. شما نگاه میکنی صاحب یک تلویزیون ماهواره‌ای میاد میگه ما مثلا در جی ال ویز اینقدر بیننده داشتیم، در یوتیوب اینقدر بیننده داشتیم، در فیسبوک اینقدر بیننده داریم. حتی یک ویوی که اضافه میشه مهمه این وسط، یک لایکی که میخوره اون برنامه مهمه این وسط، و اینها پوانهایی که شماها دارید به این افراد ایران ستیز میدید. کسی که به پشتوانه اسم پادشاهی خواهی نیرو جذب میکنه، آدم جذب میکنه، بعد به واسطه یه سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی که دور از فهم و شعور اون شخص است که بفهمه اصلا شاهزاده رضا پهلوی چی گفت، کجاها را هدف گرفته داره میزنه، بعد این بازی که شاهزاده توش هست بازی ماها نیست اصلا که خواسته باشیم بهش بپردازیم، بعد میاد مینویسه من هم با حکومت موروثی موافق نیستم، نمیدونم فلانه. شماها مقصرید. کسانی که فهم سیاسی ندارن، شعور سیاسی ندارن، نمیفهمن دارن
آب میریزن تو آسیاب دشمن، نمیفهمن اسلحه رو در آوردن رو به شاهزاده رضا پهلوی گرفتن، یعنی فاتحه ایران رو خوندین تموم شده شماها. به اسم چی؟ به اسم پادشاهی خواهی؟ الان به قول دکتر فکر کردید که سال 57 که مردم فریب بخورن گول بخورن؟ نه، اصلا نمیتونید اینجوری برداشت بکنید. شماهایی که خیلی هاتون چون اکثرا بالای سن 60 سالم دارن، در سال 57 یک سریایی که اصلا به دنیا نیومده بودن الان دارن مبارزه میکنن، یک سریا مثل من هم که اصلا مدرسه نمیرفتیم امروز ایستادیم داریم مبارزه میکنیم با این همه مشکلات و معضلاتی که دور برمون میان درست میکنن یا درگیرش هستیم. اون روز شما کجا بودید؟ اون روز کجا بودید؟ چرا سکوت کردید؟ چرا اجازه دادید اقلیت خائن بر گرده اکثریت بیتفاوت سواشن؟ چرا این اجازه رو دادید؟ چرا ترسیدید؟ چرا سکوت کردید؟ نمیدونستید؟ آگاهی نداشتی؟ اوکی. از سال 57 به بعد کجا بودید؟ در طول 8 سال جنگ کجا بودید؟ بعد از جنگ 8 ساله کجا بودید؟ تا 4 سال پیش کجا بودید؟ سرتون کجا گرم بود تا 4 سال پیش؟ تا قبل از این 10-12 سال اخیر که این افشاگری ها صورت بگیره مگه غیر از این بوده؟ شما همتون یا پای برنامه های همین رسانه های فکستنی لس‌آنجلسی می نشستید و وقتتون رو تلف می کردید، یا می رفتید ایران می اومدید و با حضور نسل بعد از شما یقتون رو گرفت و نشوند سر جاتون. اگر شما کاری کرده بودید که الان این همه آدم آلاخون بالاخون نبود، چه تو ایران چه در خارج از ایران، الان اصلا جمهوری اسلامی نباید وجود می‌داشت که. پس کاری نکردید، میتونستید نکردید. چرا؟ چون دانششو نداشتید، چون فکر کردید دانشمند هستید ولی در واقعیت نیستید. تغییر و تحول مسیر مبارزاتی در طول حتی همین 5 سال اخیر انقدر با سرعت بوده که شما اصلا از قافله کلن دورید. در چیدمان حروف الفبایی که میخواید به کار ببرید، چه در یک برنامه چه در پست گذاشتن، کاملا اصلا معلومه که تو باغ نیستید. شما نمیدونید اصلا مردم ایران، جوان امروز ایران، نسل نوع امروز در ایران با چه ادبیاتی داره زندگی میکنه، چه خصوصیاتی داره. بعد شما میخواید از خارج برای نسل جدید در ایران نسخه بپیچید و ادعای فضل و دانش هم داشته باشید، در این که دریغ از یک برنامه مدون مدیریت شده مهندسی شده. دریغ. فقط ادعا، فقط ادعا. کاری که شما هم میهنان عزیز دارید میکنید با رفتن اشتراک گذاشتن پست اونها یا لایک کردن حتی پست اشتباهشون، وقتی یک نفر یک پست اشتباه میذاره و اصرار بر خطا میکنه، یعنی داره عمدن تیشه به ریشه پادشاهی خواهی میزنه. و اگر شما پست های بعدیش هم لایک بزنید یا اشتراک گذاری کنید، شما مقصرید. همون اعتراضی که شما به نسل 57 میکنید، نسل بعد به شما خواهد کرد. همون چیزی که شما در رابطه با نسل 57 میگید، میگید شماها چرا خیانت کردید، چرا سکوت کردید. سکوت اون روز شما یعنی خیانت، نسل بعد هم به شما خواهد گفت که شما این قضیه رو ادامه دادید. متلاشی کردن پادشاهی خواهان از حول محور یک عنصر حیاتی و تنها آلترناتیو کاملا یک برنامه مهندسی شده است. چرا؟ چون اگر ما منسجم بشیم با اتفاقاتی که در سال 96 و 98 در داخل ایران افتاد، مسیرمون به سمت پیروزی سریع تر طی میشه و نمیذارن.
و همین به قول آقای قاسمی همین انچوچک هایی که در مجازی هستن از اون خورده خورده گرفته شون تا اون بزرگشون که خیلی ادعا میکنه میفهمه، در صورتی که کوچکترین شم سیاسی نداره، فقط منتظر اینه که این اون بهش خوراک بدن، یه $100 هم پول بندازن جلوش که دم تکون بده، هیچی نمیفهمن و فقط مردم رو علاف کردن. من این مطلب رو که بی بی سی فارسی اومد منتشر کرد و دوستان براتون میخونم، خیلی جالبه، بعد در پایانش بهتون یه چیزایی رو خواهم گفت. بی بی سی فارسی نوشته که آیا رضا پهلوی از سلطنت صرف نظر کرده است؟ رضا پهلوی میراثدار سلطنت در ایران که پس از انقلاب ایران برای پاسداری از قانون اساسی مشروطه سوگند خورده بود، اخیراً اعلام کرد شخصاً یک نظام حکومتی جمهوری را به پادشاهی موروثی ترجیح می‌دهد. انتشار فایل صوتی او واکنش‌های گسترده به دنبال داشته است. در این نوشتارها 9 تن از چهره‌های سیاسی ایران با رویکردهای متفاوت و از زاویه‌های مختلف ارزیابی خود را از اظهارات اخیر شاهزاده رضا پهلوی بیان کردند. آیا ولیعهد پیشین به نفع جمهوری از سلطنت صرف نظر کرده است؟ این موضع بر آینده اپوزیسیون چه تأثیری می‌گذارد؟ مجموعه ناظران می‌گویند بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار نظرات صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها را ارائه دهد. حالا نفر اولش کیه؟ شیرین عبادی. شیرین عبادی چی گفته؟ آقای رضا پهلوی با اعلام اعتقاد به جمهوری به نظر می‌رسد به میراث سلطنت پشت پا زده و خود را شهروندی ساده با حق برخورداری از کلیه آزادی‌های فردی و اجتماعی معرفی می‌کند. اما این پیام ابهام دارد و دو وجه را به ذهن متبادر می‌کند. اگر این را به معنای انصراف از سلطنت بدانیم، با توجه به اینکه سلطنت مدعی دیگری در ایران ندارد، بنابراین اختلاف دیرینی که بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بود از بین می رود. در حقیقت تنها آلترناتیو جمهوری خواهان هستند که البته آنها نیز خودشان به بیش از 100 گروه تقسیم شدند، اما یکی از مبانی اختلاف از بین رفته است. اما این اماه مهمه. اما اگر منظور رضا پهلوی این است که او خودش نمیتواند برای بقای سلطنت مبارزه و فعالیت سیاسی کند، زیرا که شاه باید از کارهای سیاسی کنار بماند، این را قبلتر نیز چندین بار بیان کرده است. در این صورت منظور آقای پهلوی این بود که این وظیفه افرادی است که به رژیم سلطنتی اعتقاد دارند و آنها هستند که باید تلاش کنند و اگر مردم با حزب یا احزاب سلطنت طلب همراه شدند و در رفراندوم حکومت سلطنت پیروز شد، آن وقت ایشان به عنوان پادشاه نمادین یا سمبل وحدت به گفته خودشان به میدان می آیند. عرازل و اوباشی که انقدر ادعای فهم و شعور می کنند، انقدر ادعا می کنند که پادشاهی خواستن، اندازه شیرین عبادی فدرالیست‌های تجزیه طلبی که اصلاح طلب هست نفهمیدن، شعورشون نرسید. این نفهم فهمید، اون مدعی ها نفهمیدن. این فهمید در بخش اما به بعد گفت، ولی اونهایی که مدعی بودن نفهمیدن. چرا؟ چون به دروغ مدعی پادشاهی خواهی هستن، منتظرن طبق دستور اربابانشون سر به زنگا شمشیر رو بکشن، حمله کنن، هم به خاندان ایرانساز پهلوی، هم به شخص شاهزاده رضا پهلوی، هم به طیف پادشاهی.
اما سعید سرکویی چرا داره برنامه وزارت اطلاعات رو پیاده میکنه؟ دومین آموزش وزارت اطلاعات چی بوده به مخالفین حکومت پادشاهی؟ اینکه خودتون رو پادشاهی خواه قهار و محکم نشون بدید، بعد از رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر تعریف کنید، از اونها خوب بگید، ولی جایی که باید شاهزاده رو باید بزنیدش، ترور شخصیتی. این برنامه اطلاعات وزارت اطلاعاته، این برنامه وزارت اطلاعاتی که سعید سرکویی و عرازل و باش و انگل های دور و برش و خیلی های دیگه از اون چپ گرفته تا پادشاه خواهان دروغین به اجرا گذاشتن و هنوزم دارن ادامه میدن. و ماها کجاییم؟ اینا همه نفوذی هست. دقیقا. چرا دوستان عزیز از این که به ما در رستاخیز سیمرغ شما مهر دارید، محبت دارید، سپاسگزاریم. واقعا سپاسگزاریم. ولی چرا این مطالب رو برای ما ارسال میکنید؟ چرا شما خودتون جواب دندان شکن نمیدید بهشون؟ چرا با یک کلمه کنارگیری میکنید؟ چرا میرید فقط زیر پستاشون پست میذارید؟ اگر ما در رستاخیز سیمرغ اینقدر سمر وانمیستادیم، آیا واقعا کسی به شهرام شارلاتان میپرداخت؟ امروز سازه خیلی یادشون افتاده دارن میرن به شهرام شارلاتان گیر میدن. آقا اون مرد تموم شد، بیایید اینایی که تازه دارن سر از تخت در میارن همون موقع خفشون بکنید. چرا فقط ما در رستاخیز سیمرغ؟ چرا ما باید هی بیایم افشاگری های این چنینی بکنیم، بعد فوشش هم بخوریم، بعد تهمتاش هم بشنویم؟ چرا ما؟ مگه ایران فقط برای ما در رستاخیز سیمرغه؟ مگه برای شما نیست؟ چرا اون موقعی که میبینید بر علیه شاهزاده پست میذارن سکوت میکنید؟ چرا جوابشون رو نمیدید؟ حتی یه پست تک خطی چرا جواب نمیدید؟ چرا زیر سیبیلی رد میکنید؟ این هاست که شما وقتی همین صحبت های این نه تن، مثلا حالا یکیش که هیچی اصلا از کلیه مسائل به دوره، تو باغ نیست، فواد پاشایی، فقط اینو به عنوان یه مترسک میبرن به اسم پادشاهی خواه و مشروط طلب، فقط میبرنش این ورور، فقط آخرش هم نوشتن به علت فوران بیش از حد آب دهان قابلیت ادامه دادن با ایشان رو نداشتیم، اینو نوشتن، حالا دیگه نمیدونم. ولی بقیه مثل چپی ها، مثل عضو ارشد سازمان راه کارگر محمد رضا شالگونی همینو اشاره کرده در رابطه با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، یا رضا علیجانی، اردشیر زاهدی که حالا البته بیشتر چرت و پرت گفته، شاهو حسینی همینو گفته، عضو ارشد حزب دموکرات کردستان. خب اینا رو شما چرا نمیرید بررسی کنید که آقا این ایران ستیزا، این تجزیه طلبا فهمیدن کدهای مطالبی که شاهزاده در سخنرانیش اشاره کرده بودن و فهمیدن، چرا پادشاهی خواه نفهمیدن؟ بعد وقتی متوجه نمیشید چرا پس این همه ادعا میکنید؟ بابا 42 سال نذاشتید نسل بعد از خودتون تکون بخوره، انقلاب کنه؟ یا بفهمید، یا اگر نمیفهمید برید کنار، تو کار شاهزاده دخالت نکنید، برای نسل بعد از خودتون نسخه ننویسید و کاری نداشته باشید. برید کنار بایستید. صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی در زمان شورای ملی اشاره کرد و ما فایل صوتیشو در رستاخیز سیمرغ بارها و بارها منتشر کردیم. مطالبو شاهزاده رضا پهلوی در اون جلسه سخنرانی که کردن اشاره کردن. همین افراد، دوباره من این فایل رو پیدا میکنم منتشرش میکنم، 34 سال هست که به من میگن تو بشین ما کار انجام بدیم و خودشون هیچ کاری نکردن، و امروز که من به میدان اومدم همشون دارن ایراد میگیرن. اشکالی نداره، اینها وظیفهشون این هستش که این کارو بکنن و من همه رو دارم میبینم. و صحبتی که من
انجام دادن، بعضی ها که فاقد فهم و شعور سیاسی هستن بلا فاصله اومدن پخشش بکنن ولی پشتوانهش رو نفهمیدن. شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه پادشاهی خواهان واقعی رو داشته باشه نیاز به هیچ حرکتی نداره، چون اونی که پادشاهی خواه مشروط خواه است با هیچ وسیله‌ای از این خط خارج نمی‌شود. هیچ قدرتی توانایی اینو نداره یک مشروط خواه واقعی رو از این ریل خارج بکنه، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نمیتونه. از شاهزاده رضا پهلوی اصلا نیازی نداره در رابطه با این تیپ تلاشی بکنه، فقط تنها یک موضوع میمونه، با هر حرکت شاهزاده مثل در ایران ساختمون سازی که میکردن سرندی میذاشتن، هر حرکتی که شاهزاده میکنه یک سرندیه در بین پادشاهی خواهان که پادشاهی خواهان دروغین از اون جدا میشن و ریزش میکنن میریزن دور و در نهایت وقتی سره از ناصره جدا شد اون پادشاهی خواهان خلص سر جاشون میمونن که همه صاف و شفاف از صمیم قلب مشروطه رو میخوان، جونشون رو برای تمامیت ارضی ایران و پادشاهی و خاک ایران و مردم ایران میدن و کسی نیست براشون دیگه فیلم بازی کنه. و شاهزاده هم میدونه اینها دیگه اون خلص ها هستن، یک دست ها هستن، موندن، هرچی خورد تو سرشون، هرچی بهشون توهین شد، هرچی بهشون انگ زدن، تهمت زدن، پوست کلوف کردن، آب دیده شدن، سر جاشون موندن. حالا شما این وسط دوستان عزیز خودتون رو پیدا کنید، ببینید شماها کجا هستید، کسانی که هر روز روی یک شاخه هستن، کسانی که بی پرنسیب هستن، کسانی که نمیدونن چی میخوان، کسانی که هر روز فریب یک تن رو میخورن و از قائله دور میشن، قابل اعتماد نیستن، در هیچ جای قابل اعتماد نیستن. بقیهش رو خودتون میدونید. بفرمایید جناب دکتر مهراد عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم ببینید کدبان، چون ممکنه سخنان من دیگه نیست. سعید جان شما صحبت داری؟ نه عزیزم، این دکتر صحبت کنه، این یه فسیلی این پایین زیاد داره جفتک تا تعبیر نمیزنه. اینو کدبان چه میگوید؟ پرسیشی دارد مطرح کنید، ما ترس و هراسی هم خودش هم نمیدونه چی میگه دکتر، خودش هم نمیدونه چی میگه. خب چی میگه؟ یه دونه از کامنتاشو بخونید، چه اشکال داره؟ ما باید ببینیم اینها دردشون چیست. اینها یا از همون ایران ستیزان خواهانه، خودش هم نمیفهمه چی مینویسه. میگه که شما 20 سال پیش چیکار میکردید؟ مثل الان از خارج، از خارج برای ملت ایران نسخه میپیچید و علامت سوال. این فسیلایی که یعنی اگه ببینی، یعنی اگه تصویری بیاد ویدیوشو بخواد باز کنه در جا منفجر میشه، اصلا جر میخوره این فسیله. حالا ببینید، من از سوی خودم پاسخ بدم. من 20 سال پیش در ایران بودم، نوجوان بودم و در دبیرستان و پیش دانشگاهی در حال تحصیل بودم در ایران. آخه چه ربطی دارد؟ بسیاری از ایران سازان ما از سالها در عثمانی و در اروپا و در کفکاز یا قفقاز زندگی میکردن. این چه سخن نادرست و پریشان حالی است که اینها به زبان میآورن؟ مگر ایرانی اگر به مریخ هم برود باید خودش را ایرانی نگه دارد؟ ما بزرگانی داشتیم که سالها در استانبول زندگی میکردن. اینا انگار کاظم‌زاده ایران شهر رو نمیشناسن، استاد بورداوود رو نمیشناسن که سالها در جستجوی ایران شناسی در این سو و آن سو بود. این دیگر چه سخنی است که 20 سال پیش کجا بودید نمیدونم در از خارج از کشور. من هر جای جهان باشم حق دارم نگران ایران باشم و اندیشه ایران سازی، اندیشه و باوری که ایران پرستانه باشد رو با همیاران ما در میان بگذاریم. ما گرفتار شدیم در دست این گونه پوزش. میخوام، من قصد توهین به ایشون رو ندارم، ولی سخنان شما هم میهن برآمده از نادانی است و این نادانی در جایی به ایران ستیزی و کمک به بسترسازی برای جنگ درونی در ایران و روان شدن رودخانه از خون ایرانیان و تجزیه ایران خواهد شد. دست بردارید برید بخونید. من این چیزایی که امروز گفتم همه مال 97 سال پیش بوده، مال 970 سال پیش که نبوده که. 97 سال پیش هم ما در همین پیچ تاریخی قرار داشتیم. نزدیک بود که
جمهوری خواهان ایران ستیز تجزیه طلب بتونن در اون پروژه تجزیه ایران موفق بشوند. قائله جمهوری خواهی یا همون جریان که من بهش قائله میگم، قائله جمهوری خواهی از حدود بهمن 1302 خورشیدی کوچی یا هجری آغاز شد و تبش بالا گرفت. قرار بود در فروردین ماه هم مجلس به قول در مجلس رضا شاه بزرگ به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد بکنن. دوم فروردین هم که قرار بود مجلسی که از 75 کرسیش 55 کرسیش دست جمهوری خواهان بود، اون 25 کرسی هم که تکلیفش مشخص، بعضیاشون مصدق و سلطنه قجر و مدرس دنبال حفظ قجر بودن، در دو فروردین قرار بود تصمیم نهایی پیرامون لایحه جمهوری رو بگیره. هزاران ده ها هزار ایرانی ریختن بیرون، راهپیمایی کردن به سوی مجلس، صدها تنشون زخمی شدن، حتی سخن بازداشت شدن، سخن از کشته شدن 5 تن و 30 تن و 40 تن در جای گوناگون، شمار گوناگون نوشته شده، 5 تن، 20 تن، 40 تن مردم برای حفظ، برای پادشاهی شدن ایران خون دادن. عمیانان ما همون گونه که در 96 و 98 دادن، همون روز همون گونه که در فردای آمدن تروریست های جمهوری خواه تجزیه طلب، چه چپش چه اسلامگراش، در 57 به گلوله بسته شدن، هزاران تنشون کشته شدن. شما فکر میکنید، من اینو میخوام، شما فکر میکنید فقط کشتار از ملت ایران فقط در درگیری در خیابان در سال 57 یا کشتار ارتشیان در سال 96 و 98؟ عمده ترینشو به شما بگم، دولت شاهنشاهی صدها هواپیما از آمریکا سفارش داده بود که بیاد به ایران. میدونستین اگر اون هواپیماهای جنگی به ایران آمده بود، صدام هیچگاه خیال یورش به ایران رو در سرش نمیپرورون؟ با داشتن چند صد تا F-16 و چند ده تا F-14، شما فکر کنید صدام مگه مغز خر خورده بود که بخواد به ایران حمله بکنه؟ هواپیماهای جنگی ایران شخ میزدن کل عراق رو. ولی همینو میگم، اون پیچ تاریخی گره خورد. شوربختانه ما اونگونه که باید و شاید از نهاد پادشاهی پشتیبانی نکردیم، توطئه بیگانه، مهره های داخلیشون، موساد، MI6، سیا، کاگبه، اینها آنچه را که نباید میشد انجام دادن. و شما ببینید در پی جنگ بیش نزدیک به 300 هزار کشته، ده ها هزار جانباز مفقود الاثر و هزار میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. شهرهای نابود شده، روستاهای نابود شده، آبادان خرمشهر رو که شخم زدن عراقی ها با سلاحایی که از اسرائیل خریدن و از صورت دست دوم آمریکا بهشون داد و سلاح شیمیایی که آلمان بهشون داد و بعد آلمان هم برای که بتونه تاثیر سلاح شیمیاییش رو آدم ها رو آزمایش کنه ببینه چه تأثیری داشته، می بردن آلمان معالجشون میکردن که ببینه اون سلاحایی که به صدام فروخته چه تأثیری روی انسان ها میذاره، چون که نمیتونست ببره رو مردم خودش پیاده کنه که. خب نگاه ما هم میهنان، نگاه ما به پادشاهی تمدنیست، با واژه ایران گره خورده. کشور ما واژه کاملش ایران شهره. برید شاهنامه را بخوانید، در شاهنامه هم آمده است. برید سنگ نوشتی شاپور بزرگ ساسانی را بخوانید که نام کشور را ایران شهر هم به معنای کشور است، هم ریشه با شهریاری یا خشسره، شهریاری یعنی پادشاهی ایران. نام کامل کشور ما پادشاهی ایران بوده یا شاهنشاهی ایران. ما در نگاه تمدنی ما جایی برای جمهوری وجود نداره. همیهنان گرامی، رضا شاه بزرگ پیش از شاه شدن اول بذارید رک بگم، اول ترتیب تجزیه طلبان رو دادن، بعد آقای شهرام همایون میگوید که عثمان زرقندی، حالا با نام جعلی کاوه آهنگری، اینا من شهادت میدم که اینا علاقه به کشورشان دارن. مگر الگوی ما کیست؟ الگوی ما رضا شاه بزرگ است. مگر رضا شاه بزرگ با تجزیه طلب ائتلاف کرد، همبسته شد، متحد شد که من سروش مهراد بروم دست بندازم گردن عثمان زرقندی تروریست که میگوید من مبتکر شعار تجزیه طلبان ایران متحد شوید هستم، یعنی خودش؟ مگر رضا شاه بزرگ مماشات کرد یا دوستی کرد با میرزا کوچکان جنگلی تجزیه طلب جمهوری خواه؟
مگر رضا شاه بزرگ مماشات کرد با سیمیتکو تجزیه طلب پانکورد ایران ستیز؟ نه خیر، ما هم نه همبستگی خواهیم کرد با تجزیه طلب به زیر نام. امروز به شما سندش رو نشون خواهیم داد، یکی از صدها سند. بخواید 10 تا برنامه 4 ساعته به ایران سوگند میایم میشینیم اینجا فقط دهان میبندیم و سند نشون میدیم. از این سندها زیاده که به زبان پارسی میگن ما ایران رو دوست داریم، نمیخوایم تجزیه کنیم، دنبال فقط فدرالیسمیم. خب ولی به زبان عربی یا زبان آذری یا زبان کردی این گروه تجزیه طلب رو میگم، وگرنه من زبان عربی رو کمی میدانم، دوست دارم، زبان کردی رو دوست دارم، زبان ترکی هم که زبان مادریمه نمیتونم دوست نداشته باشم. خب ولی وقتی تو خودشون گفتگو میکنن یا با شبکه هایی که به زبانهای خودشون راحت تر دلشون رو میریزن بیرون و نشون میدن، که ما امروز یه نمونه رو به شما نشون میدیم. اتفاقا گروهی هست که آقای علیرضا نوریزاده بارها اومده تعریفشون رو در برنامه هاش کرده. خب من اگر خرد داشته باشم به اندازه گوشه ناخن یک انگشت میهن پرست باشم و باور به میهن پرستی داشته باشم، باید با این گروه ها ائتلاف بکنم، همکاری بکنم؟ نه، ریشهشان را هم خواهم زد، نابودشان خواهم کرد، رسوایشان خواهم کرد و دستشون رو برای ملت ایران رو خواهیم کرد. در اینجا ما الگوی ما رضا شاه بزرگ است؟ مگر رضا شاه بزرگ با تجدید طلبان لاس زد که ما بزنیم؟ شهرام همایون برای اینکه نشان بدهد علی جوانمردی معروف به علی تجزیه ایران ستیز نیست، میاره دوتا شاهد میاره تو برنامهش، بله ایشون فلان بهمانه. ما تو همین برنامه رستاخیز چند بار نشون دادیم، تو برنامه کردیش میگه کردستان بزرگ باید تشکیل بشه و کشوری به نام کردستان با 4 بخش شمال، جنوب، شرق، که شرقیش هم میشه بهش میگن روژ هلات، که اون بخشای کردنشین ماست، هممیهنان گرامی کرد ما که روی سر ما جا دارن. خود هممیهنان یکی از دوستان سنندجی بسیار میهن پرست من گفت ما به کسانی مثل علی جوانمردی، ببخشید من گفته هممیهن سنندجیمونو میگم، گفت به این بیریشه های ایران ستیز میگوییم سگبابی جاشی تروریست. حالا هممیهنان ایرانی کرد ما متوجه شدن سگبابی جاشی تروریست یعنی چی؟ علی تجزیه یا سگبابی جاشی تروریست؟ این باشه برای تو علی جوانمردی، تا ده بار دیگر نیایی در برنامه بگویی کردستان کردستانی گوره یه ولاته و 4 پارچه یه، که کردستان بزرگ یک کشوره و دارای 4 بخش می باشد. خود هم میهنان کرد ما تسمه از گرده شما خواهند کشید. من اگه نیاز باشه فقط در یک برنامه با دوستان میایم میشینیم پیرامون ایرانیان کرد میهن پرست برنامه درست خواهیم کرد. دیگه سال 57 نیست ایران ستیزان نامحترم، سال 57 تمام شد، ما جونمونو میدیم، خونمونو بیاید بریزی برای ایران. کدوان من شما اگر ببینید فقط یه مطلبی رو من چون مطلب اینقدر زیاده من تیکه تیکه می نویسم، فقط ببخشید من این دوربین رو یه تمیز بکنم. پوزش می خواهم من فقط اینجا چون مطلب زیاده تیکه تیکه صرف تیتراشون رو نوشتم که یادم نره. مسئله انتخابات، شما فکر می‌کنید چرا اینقدر انتخابات؟ من که باوری گفتم به انتخابات ندارم، چون اینا از الان دارن برنامه ریزی میکنن برای انتخابات. بازم میگم بلایی که سر ترامپ آمد در انتخابات درس بشه برای ما ایرانی ها. اون که آمریکا بود که دم از چه میدونم دموکراسی و شفافیت و بهترین دموکراسی جهان رو دیدید چه بلایی سر ترامپ اومد، ده ها سند و مدرک درباره تقلب انتخابات اومد بیرون. من سروش مهراد برای آینده کشورم من باوری به انتخابات به این شکلی که اینها دارن براش برنامه ریزی میکنن ندارم. همینان من رو درواسی رو دیگه گذاشتم کنار و هر چیزی که بر پایه فرهنگ ایرانی بهش باور دارم با شما در میان خواهم گذاشت. ببینید یک مطلبی دیگه هم بگویم، مگر موقعی که آلمان رفت نروژ و سوئد رو اشغال کرد مانند امروز ایران ما که توسط سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی اشغال شده با افرادی که به ظاهر یعنی ایرانی هستن که برخیشون هم ایرانی نیستن، چون هم از
فلسطین آدم ریخت تو ایران، هم از جنوب لبنان، هم از لیبی، هم از عراق، هم جای دیگه، خیلی ها اومدن مشارکت کردن. بس یه توطئه جهانی بود، اینطوری نبود یه عده ایرانی بلنشن یه چیزی رو بخوان. فریب این گونه گفته ها رو نخورید. اسناد و مدارکش هم از خاصی در برابر شما خواهیم گذاشت. خب سوئد و نروژ وقتی کشورشون اشغال شد، مگر پس از اینکه از اشغال در اومدن برای اینکه پادشاهی ادامه پیدا کنه مگه انتخابات برگزار کردن؟ مگر لهستان جمهوری و فرانسه جمهوری بعد از درآمدن از اشغال آلمان کشورشون رو پس گرفتن؟ مگه برای اینکه جمهوری باشه یا نباشه انتخابات گذاشتن؟ خب چرا میذارید کلاه سرتون بذارن؟ از 4 تا کشور اسکاندیناوی که بسیار مردم مرفه و شادی داره و همیشه در صدر جدول خوشبخت های مردمان خوشبخت جهان هستن، 3 تاش پادشاهیه. نروژ و سوئد انتخاباتی پس از نازی ها برگزار نکردن. بروی کدوان یه خواهشی از شما دارم، اگر امکان داره ما میتونیم، اگر گفته ای دارید بفرمایید، که اگه نه که ما برویم روی فقط این رو بگویم، 2 فروردین زمانی که مردم آمدن راهپیمایی کردن علیه جمهوری و تصویب لایحه در مجلس و صدها زخمی و بازداشتی و شماری کشته دار، در 13 فروردین گوش بدید، در 13 فروردین یک بیانیه رسمی از سوی سردار سپه، رضاخان سردار سپه یا رضا شاه بزرگ منتشر شد با امضای رئیس الوزراء یا فرمانده کل قوا که ختم جریان جمهوری خواهی رو اعلام کردن. خب حالا خودتون برید با این چیزایی که امروز در برنامه گفته شد ببینید آیا به راستی رضا شاه بزرگ 1 جمهوری خواه بود، باور ایدئولوژیک داشت به جمهوری، 2 آیا رضا شاه بزرگ میهن پرست، پدر ایران ساز، پدر ایران نوین رو اونگونه که علیرضا نوریزاده دروغگوی تجزیه طلب ایران ستیز میگوید آخوندهای شیعه سر کار آوردن؟ رضا شاهی که آمد پس از پادشاهی که دیگر خیالش راحت بود، قدرت اجرایی دارد، قدرت اجرایی رسمی، ایشان آمدند و در برابر 3 جریان ایران ستیز ایستادند: فراماسونر تجزیه طلب، کمونیست تجزیه طلب، آخونده های ملاه های انگلیسی دشمن ایران و دشمن و مخالف پیشرفت ایران. برید نگاه بکنید ببینید اگر رضا شاه خدا سر سوزنی اسلام گرایی داشت یا همسویی با ملاه ها دست به کشف حجاب میزد. رضا شاه پوزش میخوام اینگونه میگم، رضا شاه خرد داشت، فرهنگ ایرانی رو میشناخت، میدونست که موروثی بودن حکومت ضامن پاسداشت یک پارچگی سرزمینی ماست. شما ببینید آتاتورک اومد در ترکیه برخلاف خلفای عثمانی جمهوری برپا کرد، خودش یه چند سالی بود و بعدم تمام شده رفت. سیستمی که آتاتورک بر سر کار آورد، شاید آتاتورک کشورش رو دوست داشت، تجزیه طلب هم نبود، رضا شاه مانند رضا شاه بزرگ که میهن‌پرست بود دشمن تجزیه طلب ها بود، آتاتورک هم همینطور کشورش رو دوست داشت مخالف تجزیه طلب ها بود. خب بعد از آتاتورک چی شد؟ رسیده به همون سیستمی که آتاتورک آورد سر کار، امروز داره اسلامگرایی رو ذره ذره تزریق میکنه به ترکیه. ببینید ترکیه تا چند سال دیگر چه خواهد شد. شده از کشوری که دارد همه جا یا سلاح میفرستد یا در حال یورش به این و آن است، و اردوغان شده است یا اردوغان شده است سلطان ترکیه. آیا این همون چیزی بود که آتاتورک میخواست؟ نه خیر، رضا شاه بزرگ هم این رو میدانست، دانش داشت، میتونست پیش بینی کنه که 8 سال یا 10 سال 2 دوره رئیس جمهور خواهد بود، پس از ایشان ایران را تکه پاره خواهند کرد. موروثی بودن پادشاهی ضامن نگهداشت یک پارچگی سرزمینی ماست که نگذاریم در سر اون چکاد یا قله بالای کشورداری ایران ستیز یا تجزیه طلب یا مزدور بیگانه بنشیند و ضامن خوشبختی و رفاه مردم باشد. بروید
5 سال پس از رضا شاه، بر پادشاه شدن رضا شاه، نمیخوادم زیاد این ور اون ور برید، نمیخواد برید تا سال چه میدارم 1115 و 20 و اینا. 5 سال رضا شاه 1304 بر تخت پادشاهی نشستن، 1304 5 سال بعد، یعنی از 4 تا 9 رو مقایسه بکنید با 5 سال پیش از رضا شاه، اصلا باور نمی کنید که این همون کشوره. پسر روانشاد شاهنشاه آریامهر دیدید چه کارهای بزرگی برای ایران انجام داد؟ اگر به جای ایشان، به جای شاهنشاه آریامهر، مصدق رئیس جمهور بود یا چه میدارم یک چپی، یک ملا، امروز میبینیم چه شده است، ایرانی نمانده بود. شما ببینید سال 32 همین بساط سال 57 رو قرار بود برای ما برپا بکنن. مصدقی که در خانش عبای آخوندی به تن میکرد، بسیار اسلامگرا بود که میگه اگه مسلمانی عقیده اسلامی آشکار نکند من او را پست و بیشرف و مستوجب قتل میدانم، و در مجلس میگوید یا حسین ابی انت و امی انت، ای حسین پدرم تویی و مادرم تویی. شما فهم کنید از این چه تراوش میکرد، از این یکی مثل به قول معروف همین سران جمهوری اسلامی میزد بیرون. کدبان ما میتونیم، سخنی دارید سپاسگزار میشم، بفرمایید، سراپا گوش خواهم بود شما کدبان قاسمی گرامی. اگر نه برویم بر سر نشان دادن. دکتر جان من چند تا دوست مطلب رو بگم. اولا که دوستان عزیزی که الان برنامه دارید میبینید لطفا یه بار دیگه برنامه رو شیر کنید، سپاسگزار میشم ازتون. این صدا باید شنیده بشه دوستان، و متاسفانه صفهای امثال ماها که دنبال پادشاهی ایران، دنبال عظمت، دنبال شکوه و دنبال پس گرفتن حق ملت ایران از مافیای جهانی هستیم، توسط همین سوشیال مدیایی که دارید میبینید که به قول معروف اسمش اینه که آزادی بیان و فلان این مسائل هست، تحت شدیدترین سانسورها هستیم. لطف کنید هر جوری که میتونید این برنامه رو پخش کنید، یا اگر قسمتایشو فکر میکنید در نظر خودتون مهمتره اون قسمتا رو کات کنید، توی صفحات خودتون پخش کنید، توی کانالای خودتون پخش کنید، و بذارید این مطالب توی جامعه مثل سریهای گذشته، مثل دفعات قبل ریشه کنه و بره به اون جایی برسه که باید جایگاهش باشه. ضمن اینکه در کنار امثال مثلا فعالیت‌های ما دیدید دیگه، حالا عرازل و اوباشی هم هستن که مثلا فرض کنید یه لایو میذارن روی فیسبوک، یه برنامه توی فیسبوک میذارن، بعد 200 یورو پول میدن به فیسبوک که فیسبوک براشون اینو بچرخونه و اون زیر ممبر بندازه. ما اصلا دنبال هیچ چیزی نیستیم، چون به این اعتقاد داریم که چاه باید خودش آب داشته باشه، نه اینکه با سگ آب بریزی توش. اون چاهی که با سگ آب بریزی توش، ببخشید دوستان، ولی اون چاه توالته، چاه آب نیست، چاه زندگی نیست. منظورم اینه که هر جوری که میتونید این برنامه رو حمایت کنید. اما یه مطلبی رو من بگم، هر زمان که جمهوری انگرنشان آخوندی خواسته حرکتی در سطح کلان به ضرر منافع ملی ایران انجام بده و باید این حرکت از افکار عمومی و از دید ملت و از دید فعالین سیاسی پنهان بمونه، در طول 42 سال گذشته گرد و غبارهای مصنوعی ایجاد میکنه که این گرد و غبارهای مصنوعی باعث میشه اون حرکت جمهوری اسلامی از دید ملت پنهان بمونه یا حداقل کمرنگ بشه. در طول سالهای گذشته همین ترفند رو زدم. من اول صحبتهایی که انجام دادم اینو گفتم، صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی صحبت های جدیدی نبود، ایشون همیشه گفتن من به عنوان یک شخص نظرم اینه، اما نظر ملت ایران برای من اولویت داره. بنابراین افرادی که اومدن توی این فاصله زمانی قبل از نوروز تا امروز یا شاید هم در آینده به این مسئله پرداختن و اینو بلدش کردن و اومدن رفتن گشتن، نمیدونم در سال 1900 خروس فلان مصاحبه مثلا بانو یاسمین رو پیدا کردن یا یه سریش مسائل رو آوردن مطرح کردن، شما بدونید این در راستای همون سناریوی گرد و غبار مصنوعیه. این گرد و غبار مصنوعی باید انجام میشد، باید شکل میگرفت،
که جمهوری اسلامی راحت بتونه قرارداد 25 ساله واگذاری کشور ایران به چین رو به امضا برسونه، آبم از آب تکون نخوره. این گرد و غبار باید شکل میگرفت تا جمهوری اسلامی بتونه اون قرارداد دومی که به زودی هم ازش رو نمایی میکنه با روسیه رو به سرانجام برسونه و افکار عمومی بهش توجهی نداشته باشه. ما درگیر این باشیم که مثلا در فلان مصاحبه بانو یاسمین همسر گرامی شاهزاده رضا پهلوی چه فرمودن، ایشون به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر بهترین صحبت ها رو انجام دادن از نظر یک مادر، از نظر یک همسر. ضمن این که ما ملت ایران طلبی که از ایشون نداریم، یا طلبکار یا ارث پدرونه که طلب نداریم، که ایشون حق زندگی دارن، حق دفاع از فرزندانشون رو دارن، چون اون فرزندان سرمایه های ملی کشور ایران هم. حالا ممکنه عده ابله امروز این مسائل رو نفهمن، امروز این چیزها رو نفهمن، اما اینها، این فرزندان و خاندان پهلوی، اینا سرمایه های ملی ملت ایران هم. و در آینده خواهید دید که هر کدوم از این فرزندان چه نقشی رو ایفا میکنن در پیشبرد عظمت، پیشبرد کشور ایران و بازگرداندن شکوه عظمت به کشور ایران. اینو فراموش نکنید. افرادی که توی این تیم دارن بازی میکنن، توی این زمین دارن بازی میکنن، از خسرو صمدی که برای به قول معروف 10 دقیقه دوربین در تلویزیون شهرام همایون خودش رو به ویکتوریا آزاد با نام اصلی اقدس پشکویی فروخت و رفت زیر بیانیه تجزیه ایران و ایران خواران رو امضا کرد که حالا بعداً هم منکر شد که همه اسنادش هم هست، بگیرید تا این کوتوله موتوله ها بزنن بیرون، تا امثال سعید سکویی و جانوران دور و برش، یا تا مثلا مثل همین سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جلی شاهین نژاد که اصلا مأمور ایجاد یک همچین اندیشه هایی است. یادتون نره بیانیه آخرین هشدار با آخرین ولیعهد رو همین سید حمیدرضا موسوی نژاد با همکاری آرتمیس علی آبادی، یا آرتین یکی از اسماشو دکتر گفت، که دو تا همسر همزمان، دو تا همسر قانونی، یعنی دو تا شوهر قانونی، اینا رو تو برنامه اثبات کردیم، دو تا شوهر قانونی داشت، اون بیانیه آخرین هشدار و آخرین ولیعهد از ذهن اینا اومد بیرون با کمک جمهوری اسلامی، و بعد اون انچوشکی هم مثل مشتری حمال و اینا افتادن دنبال کاراشون، یه سری هم مثل رکسان گنجی و این جانوران هم اومدن امضا کردن. میخوام بهتون بگم این مسائلی که امروز داره مطرح میشه، اینا تمامش طبق برنامه است برای ایجاد اون گرد و غبار مصنوعیه که پشتش جمهوری اسلامی بتونه راحت کارشو انجام بده، کما اینکه تا الان موفق هم بوده جمهوری اسلامی، چه در اون زمان، چه در این زمان، چه در طول 42 سال گذشتهش. بنابراین افرادی که توی فضای مجازی فعالیت میکنید، نام این افرادی که توی این گرد و غبارها، توی این به قول معروف دارن هیزم میریزن توی آتش این گرد و غبار مصنوعی یا دود مصنوعی، نام این افراد رو میتونید روی فیسبوکاتون، روی اینستاگراماتون با عکسشون، با تیترایی که خودتون میتونید بزنید به ملت بشناسونید. اینا رو بیایید مطرحشون کنید، به قول جناب کمالپور همه رو گردن مثلا ما رساخیز سیمو نندازید که ما بیایم این کارو بکنیم، نه، شما هر کدومتون میتونید این کارو انجام بدید. ما اگر یک بار بتونیم این نوع سناریوهای جمهوری اسلامی رو ترتیبشون بدیم، یا سناریوهای مافیایی رو برای ملت درست بازشون کنیم، باور کنید مردم دیگه فریب این مسائل رو نمیخورن. صحبت شاهزاده رضا پهلوی برای این وره، برای قبل از سرنگونیه و نظر شخصی ایشونه که میتونه نسبت به اون اصلی که ما همیشه در موردش صحبت میکنیم، قواعد بازی را آن کسی تعریف میکند که زمین بازی را در اختیار دارد. این بسیار بسیار مهمه. زمین بازی دوستان دست مافیاست، کشور ایران در چنگ مافیاست، جمهوری اسلامی مهره مافیاست، اصل جمهوری اسلامی، ریشه جمهوری اسلامی در ایران نیست، در قلب کشورهای غربی و شرقی ریشه داره، در دل مافیا ریشه داره، و این مافیای جهانی است که جمهوری اسلامی رو اجازه نمیده ملت ایران بتونن تا امروز لااقل سرنگونش کنن. بنابراین ما باید افرادی که توی این وسط، توی این داستان وسط بازی میکنن، یا به قول کلمه‌ای که من توی پستام استفاده میکنم، دو